نامنی ها در کشور نگرانی های شدید مردم را در برداشته و میگویند که عدم اقدامات جدی مقامات امنیتی کشور باعث این همه چالش ها در کشور بخصوص در کابل شده است با این همه مقامات امنیتی در چی کار مصروف هستند و باید چی کارهای مقدماتی و کارهای نهایی و کارهای درازمدت را در ارتباط تامین امنیت کشور انجام بدهند سلام و وقت بخیر با من کنشکا شتاب ملک زاده خوش آمدین در این برنامه مهمانانم آقای رفیولا گل افغان وزو پیشین مجلس سنا و آقای محمد فرهاد صدیقی وزو مجلس نمایندگان با ما هستند خوش آمدین مهمانان گرامی آقای گل افغان، آن اقدامات را که مقامات امنیتی حکومتی در راستای تامین امنیت در سراسر سر افغانستان انجام بدهند چی است چون ما چالش ها و مشکلات امنیتی را در دو روز گذشته و بخصوص در دیروز و امروز مشاهده بودیم در ولایت های مثل کندهار هلمند کابل و نگرهار بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما با صدیقی صاحب و های تلویزیون خوشید و پیش از همه با آن و شهدایی که واقعا در حادثات مختلف و قندار و کابل و هلمن جنت فردوس از خداوند میخوایم باز می و بازماندگانشان تسلیت میگم و با زخمی هایشان شفای عاجل از خداوند خواست و مهمیست که شفای عاجل نصیبشان بکنه خوب ای نگر به مسائل امنیتی همیشه ما و شما از طریق رسانه صدا بلند کردیم یا اول آخر هم نخواد بود و نخواد باشم و ما هر وقت که آده سر رخ از او باز بسار ترتیبات و نیروهای امنیتی ما رو که در تمام سرکات تلاشی موترا و گپارش رو میکنه پیش ازی که حادثه صورت میگره پیش از او همه استراحت هستیم کابل خو یک ولایتی است که پایتخت است واقعا بسیار شرم‌آور است که حادثات بسیار قوی همیشه در کابل رخ می‌ده و نیروهای امنیتی جا مصروف جنگ و دعوای مثل ولایت‌های دیگه نیست که رویاروی با تروریسم جنگ داشته باشند و خصوصا امنیت ملی ما که وظیفه مشخص متوجه امنیت ملی میشه در این راستا تلاش بکنند تا پیش از وقوع اگر حادثه پیش میشه او را جلوگیری باید بکنند که تا هنوز ما گپ ندیدیم و نشده و مشکل عمده و اساسی ما همیست نیروهای امنیتی ترورست به هر قسم دشمن های قسم خورده وطن هستند به هر قسم مردم به و ما را هدف قرار دادن و ما قربانی سیاست های بیرونی قدرت هستیم که همیشه ما قربانی دادیم جنگ های نیابتی شان است خب گل افغان کشورهای منطقه کشورهایی که در افغانستان جنگ نیابتی خود را پیش میبرند آنها منفعت خود دارند و در راه منفعت خود کار میکنند آن اقدامات و آن کارکرد را که حکومت ما و بخش مقامات امنیتی ما داشته باشند چی باید باشند؟ ما همیشه گفتیم بازم تکرار میکنیم که هنوز فصل زمستان است که حالت از در فصل بهار صدا بلند کردیم که وضعیت صد درجه تغییر میکنه تا پشت دروازه جنگ میرسه انوزم حکومت ما خو وقتی وقت که امنیت در کشور نباشه اقتصاد چی به درد میخوره و پروژه را که تو از دونرای بیرون جلب جذب میکنی چه قسم جور میکنی اول همه گپ ما ما نه سیاست داخلی واقعا تو تو راست و تصمیم گیری درست داریم و نه سیاست خارجی درست داریم در هر دوش ناکام هستیم فعلا وقتی که آدم سیاست داخلی خود نتانست که کنترل بکنه پس سیاست خارجی و مفهوم معنای نداره ما در دو سیاست مدارای ما بزرگ مردای ما دولت مردای ما در هر دو سیاست ها هم داخلی هم خارجی واقعا اشتباهات زیادی دارن ما همیشه میبینیم شما چهره های دولت هران چیزی که گفته میشه و مردم شکایت دارن که برای مقامات امنیتی شرم است تا این همه که در مراکز و پایت... پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان به این چنین حملات انجام میشه و حتی در دفتر مهمانخانه والی در کوچه که باید مهمانا بشینن در اوج بم جاگذاری میشه چه فکر میکنین آیا نفوذ دشمنان در سکتور حکومتی و در مقامات و موقف های حکومتی خیلی زیاد است سکو ما در قندار در اون مهمانخانه رفتیم در اون مهمان خانه آدم عادی حتی از سرک رفتن میتونه آنقدر زیاد است و دا داخل از که در چوکی طبعا کسای او را جا بجا میکنند که در موجه هستند در آزاد میرند آزاد میرند طبعا کسی که در بین خود نظام نباشه، در بین موقعیت که مسئولیت است افراد و اشخاص یعنی هران چیز را که شما میخواین بگوین که در داخل نظام کسانی هستند بله، بله، که بودن شد افغانستان بسرا... و با ترورستان و طالبان دست دارد بسراحت گفتم میتونیم که تا درون نظام کسی نباشه از بیرو هیچ کس چیز کردن میتونه سپس... همیشه ما از درون نظام کسایی که مزدور هستند غلام هستند به خاک ما به وطن ما خیانت میکنن مردم بیگناه و بی‌دفاع ما را هدف قرار میتن او مردم توان هستند شناسایی باید شوند مردم اصاب دور شود و اگر متوجه ای گب نشن بله. حالت بترتر میشه هنوز فصل سرماس خونو کس زمستان است در بهار سال مشکلات زیاد سپاس میشه. آقای صدیقی آیا در داخل نظام در علاقات بلند نظام کسان وجود دارند که آن گروه و گروه های از افراد، افرادگرایی و دهشت افغان‌ها و در مبارد تروریست را در افغانستان در حتی در تا پای تخت حتی در مقر والی قنده ها رهنمایی میکنند و واره در اوج بم جا گذاری میکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و به جناب آجی ماون صاحب و, و تلویزیون شما در نارامی و نامنیای کشور چند دلایل است که ما باید دلایل ها را یادداشت کنیم و حکومت افغانستان متوجه ازی باشد یک دلایلی است که رئیس امنیت ملی چند وقت پیش به شورای ملی آمد خودش اظهار کرد که ما در دا داخل نظام به استیلای آمیانه ستون پنجم داریم که اینا کار میکنند به نفع کشورهای بیگانه و استخبارات بیرونی کشورهای منطقه گپ دومی است که این انتحاری چطور داخل کابل میشه و چه قسم خود انتحار میکنه ما میخواید... در جمله اول تن میخوایم یک تاکید داشته باشیم یک مکس داشته باشیم چرا تا حال این ایدرک رئیس امنیت میگن که ستون پنجم در داخل نظام است و آن اشخاص بار بار گفته میشه چرا افشا نمیشه چرا میخوایم آن... بگویم. بله. ما میخوایم امیر بله میخواستم به این ارتباط ای بگویم که رئیس عمومی امنیت ملی که یگانه که حکومت ها همیشه معلومات ها را او در هر جایی که سفر می داشته باشند از استخبارات می گرن. و استخبارات بهترین معلومات برای حکومت میده تا حکومت میره از روی معلومات از او در روز صحبت میکنه و کار می کنه صدیقی از یک سو از یک سو ریاست امنیت ملی به این شکل اظهار نظر میکنه از طرف دیگه سخنگوی وزارت داخله میگه که هیچ نو ستون پنجم وجود نداره هیچ کس در داخل نظام نیست این تناقض گویی ها تا چی حد میتونه مشکلات امنیتی رو در سطح افغانستان بلند ببره امی می خواستم امی مشکل ما بس کاتگوری بر شما تقسیم کنم کاتگوری دومش ماهنگی بین نظام و نیروهای امنیتی است. اولی که رئیس امنیت ملی در شورای ملی میایه بر مردم افغانستان بر نمائندهای مردم در خانه ملت میگه که ما در داخل نظام کسایی داریم که به نفع دشمن کار میکنه خواستم ای از از او باید امی کسایی که در نظام کار میکنن و کشورهای بیرونی کار میکنند ولو که برادر من باشه برادر هر کس که باشه هزار جنایی باشه اینا گرفتار شوند به پنجه قانون تصمیم شوند و به هویتشان برای مردم افغانستان افشا شود تا بفهمند که یه یک کس بود که به مادر خود خیانت میکرد این وطن خود مادر همه این یک ای خیانت... ای بخش خب، پرسش هم اینجاست که تا حال بارها گفته شده گفته شده گفته شده که افشا میشه تحقیقات جریان داره و این تحقیقات نه تحقیقات نهایی شد و انجام تحقیقات برآمد و نه در ارتباط افشاسازی تا حال کدام لیست بر رسانه ها و بر مردم و بر نماینده ملت که شما هستین داده شد که اینی کسا در در ستون پنجم هستند و در داخل نظام بر و نفع دشمنان کار میکنند مشکل از یایی است مشکل نظام است که مصلحت ها رو در نظر میگیرن ما باید در قسمت از که منافع ملی ما و خون هزارها نفر شهید دیجب و نفر شهید میشه هزارها نفر معیوب میشه خب باید ما امروز ما و شما از دید یک خانواده بگویم که خدای خواسته فامیل خود از دست دادیم آن 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 مسلحت را که مقامات امنیتی انجام میتن و به آل از او فامیل و ملت ملت مسکینه که تبا میشه و را کی جواب گو ما... ما باید مسلحت ها را ما میگم در نظر نگیریم پلیسی که به ده هزار ماش در روز پیدا میکنه ما ارگانای کشفی مسئول است که باید راپوره بتن و دقیق باشن که از کجا میاد و چه قسمی ها. اصلا تشخیص تشخیص کننده مرض داکتر است که داکتر ریاست امنیت میلیس فارماسیست پلیس است که اجرا میکنه متاسفانه که ما در این راستا هیچ وقت طور کار اقدام به جای نکردیم و همیشه گفتیم که راپور از اینجا بوده اما راپور که بود از کجا بود سپاس. از چه قسم آمد و از کجا آمد باید این دقیق میساختیم ساختیم و پشتش میگشتیم حداقل پرسونل نمونیم و مجد کار بیان که راپور سپاس. از داشت سپاس. گل افغان صاحب این موضوع رو با شما مطرح میکنیم از یک سو تناقض ها بین مقامات امنیتی ریاست امنیت و وزارت امور داخله و از طرف دیگه در ارتباط عدم افشای لست از کسانی که میگن در ستون پنجم کار میکنن و بر ضد نظام کار میکنن عدم افشایش و از طرف دیگه تحقیقات همیشه گفته میشه که جریان داره و نتایج تحقیقات تا حال بر مردم برملا نشده در اکثر از موارد حوادث همچنینی تحقیقات جریان داشت اما او تحقیقات نهایی نشد و نتایجش نبرامد چرا؟ شما سعی کنه رئیس امنیت ملی به سراحت در پارلمان افغانستان بگوید خیر پس وظیفه رئیس امنیت ملی چیست؟ دشمن که در داخل از تو شناسایی هم کرده میتونی و معلومات هم داری که ستون پنجمه است که اه. اه اه تمام مشکلات و بار میرد به نفع منافع ملی کشورهای دیگه خیر وظیفه تو چی است تو چطور جشتی خود تو باید س... یا استفا بده یا افشا کو تا اینقدر در غیر از او اگر این حکومت است این نظام است خو سازش با کسایی که منافع ملی ما را دشمن خاک ما ما را به مفروشه منافع و ملی او را مد نظر میگیره ما چطور یک خیانت ملی است اشخاصی که در رس قدرت قرار دارن و افشام نمیکنن فکر نمیکنن خود خائنی ملی شما سعی کنید کسی که به منافع ملی و به خاک خود به وطن خود به مردم خود و خائن ملی است توان و کسی که خودت میفهمی و مسئولیت ریاست امنیتی ملی یا در یک کشور ستون فقرات یک حکومت یا یک نظام امنیتی ملیش استخباراتش امروز رئیس امنیتی ملی اگر او میگی توی نمیکنی و آرام ششتی چی مسئله حکومت است یا پروژه اگر پروژه است از مردم ما دیگه در این زمان گل افغان صاحب فکر نمی که آن پلیس آن سرباز که در خطوط م... م... آتش جنگ در جبهات جنگ میکنه و سینه خود سپر کرده با کدام روحیه به جنگ در حالی که مقامات ارشد امنیتی ما میگن که ستون پنجم در داخل نظام فعالیت داره و تقویه میکنه دشمنانه گپ همیجه است. مشکلات هم مشکلات ما و ما همیشه متوجه گپ خود نمیشیم میزنیم رئیس های امنیت ملی که گپ زده خوی مسئولیت هم ازم از افشا بکنه دیزگیر بکنه تحقیق بکنه پروگرام بگره به ملت افشا بکنن تا کی گپا است و مسئلات افغانستان است به خاطر منافع بیرونی ها ما همیشه میالته هم داریم چوب سخ و قربانی خاتما بوده سپاس از شما صدیقی صاحب آن کارکرد را که مقامات امنیتی باید در تامین امنیت شهروندانش در پیش داشته باشه و آن کارهای معذف را که مسئولیتش از انجام نداده است چی است؟ امنیت ملی در مجموع نهادهای امنیتی, آه، نهاده امنیتی هر جایی که هر جایی را که اینا باید مشکوک می باشند ولو که مربوط به رئیس جمهور می باشه وکیل می باشه رئیس می باشه هر آن کسی که می باشه اقدام جدی یک افشای از باید به با مردم افغانستان افشا شوند دومی کسانی که گرفتار میشه اینا باید به با جزای اعمالشان برسند متاسفانه در حکومت قبلی و در حکومت پیشین هم شما دیدین که نقض قانون در اینجا کسایی که انتحار میکردن کسایی که قاتل مردم افغانستان بودن بدون از ای که قانون در نظر بگیریم و از دستگاه عدلی و قضایی مراجعه بکنیم فرمان مستقیم رئیس جمهور داد همون طالب هایی که انتحار میکردن امو طالب های که ملت همیشه میکشتن اونا را از زندان ها رها کردن دوباره روانشان کردن صف دشمن تقنیه بخشیدن و او یک مورال و نیرو گرفتن که ما بعد از دیگه ادام هم نمیشیم و در جایی بندی میشیم که در وقت گرفتار میشیم که ما دوباره بدون از که محکمه و سارنوالی بالای ما کار بکنه رها میشیم یگانه مشکل اساسی و این کسایی بودن که باید. از این شدن اونا رفتن سازماندی کردن این بدون شک کل مردم افغانستان میدانه از یک سو آن کار را که ملت و خانه ملت و مردم عادی و عام انجام بتن تقبیه کردن حملات تروریستی آن کار مقامات حکومتی از رس از آقای رئیس جمهور گرفته تا مقامات ارشد بخش امنیتی ما انجام میدن کار کرده از او باید چی باشه؟ تقبیه کردن که بسیار گپ ساده است در تلویزیون در هر جایی که شش نمی تقبیه کردیم از تقبیه چیز جور نمیشه امروز رئیس جمهور، رئیس اجرایه، نهادهای امنیتی مسئولیت دارند در مقابل تامین امنیت از این مردم مطلب تامین امنیت شهروندا که یکی از ماده های قانون اساسی است که ما مسئولیت داریم حکومت افغانستان مسئولیت دارد در تامین امنیت مردم بنان زمانی که ما بشینیم رئیس جمهور ایوازی که اعلان میکنه بله. در تلویزیون که امروز چهار نفر به این قضیه گرفتار شد دوسیه شان به سانموالی رفت شما انقریب انتظار مجازات از ایران باشه بدون از اینکه ما دستاورد داشته باشیم برای مردم افغانستان بگویم که از این طریق آمد مردم افغانستان نه دشمن خدا بشناسند بله. پیش از اینکه ما این گپا را بزنیم فقط همه تقبیه میکنه و ابراز تاسف میکنه به این گپا ما نمیتونیم این وطن اصلا وقت آن نرسیده که موقف های حکومتی بخش در بخش امنیتی باید تجدید نظر در ارتباط صورت بگیره آن کسانی که شایسته کار نیستند باید برکنار شوند و حتی اگر کمکاری و غفلت کردن به مقامات ادلی و قضایی باید فرستاده شوند و نامهایشان به اوجه فرستاده شود تا در مورد پیگیری شوند شما سعی کنید ما و شما از امی وطن هستیم زندگی که امروز امی برادرایی که در نظام هستند در با همش شناخت امروز ریاست جمهوری و بزرگای ما هم را می که کی شایسته است کی شایسته نیست گذشته و حال هر کس معلوم است امروز در موا... خصوصا در نیروهای امنیتی ما یعنی ما کسایی داریم که امروز در خانه ششتا واقعا یک چهره هستند که با متوان خود یک تأثیر گذاره هستند و گذشته خوب هم داشتند و هم فعلا جنرالای داریم که در خانه و کسایی که یک توله اداره کردن میتونن به او مسئولیت یک ولایت میتن کی خودی جفاست خب و همین جا مشکل است مشکل م... همینجا م... که انتصاب های سلیقه‌ای و حزبی و سیاسی فکر نمیکنید که باعث این همه چالش شده ما شما شاهد چند جا هستیم مثالم دادم میتونیم بله. بخواد میپالن ضعیفترین کادرایی که واقعا ضعیفترین که گذشته و اون رو در جای تعیین میکنن کجا کل مشکل دمو ولایت است ما که کی قصدی است باز میگم این پروژه است که دمی پنج سال حکومت تو باید اینمی پاره بکنی اگر افغانستان خاکت است سبا تاریخ سر تو قضاوت میکنه تاریخ به تو نوشته میکنه که تو در پنج سال چی کردی چی نکردی بلی خدا دیگه این ملت مظلوم بیچاره هر روز قربانی است اولادش یتیم گیریان فقان در بدر از اکس و اقتصاد خراب از اکس وضعیت بله. امنیتی از ارس و از اکس جوای خون همه روزه پای تخت و ما روان است این تحمل این مردم نمیتونن کرده واقعا یک کار بکنن تصمیم بگرن که بسیار جدی باشن نیروهای امنیتی با مردم باید ایرا برملا بکنن که ما واقعا از افغانستان در غیر یه طور یا فکر میکنن که چی خانه ما نیست اونا هر کی میمره هر کی هر چی میشه تسلیت میگن و محکوم میکنن و اینا گپ خلا شد بله. این خوب نمیشه نظامداری و حکومت داری بزرگی کلانی ریاست امنیت مردم وظیفه خاص حکومت است که باید امنیت مردم بگیره نه امنیت است نان است نه واس است رفت از این مردم سپاس صدیقی آن کار را که مقامات حکومتی بخصوص رؤسای سیاسی کشور انجام بتن در ارتباط انتصابای سلیقه‌ای خود کنار بگذارند و در ارتباط موضوعات امنیتی به خصوص که خیلی در افغانستان مهم است کار جدی صورت بگیره چی باید باشه کارای جدی که در افغانستان خصوص در, در نهادهای امنیتی صورت بگیره حکومت افغانستان در قدم اول تمام نمی مواد خوراکی اینا را چک بکنه که چقدر دهی خیانت است یک دومی یک تجدید نظر از برخوردهای سلیقوی از مقرری های سلیقوی از این سو و سمت و نجات یک طرف شویم افغانستان خانه کل مردم افغانستان است هیچ کس نمیگه که وزیر یک سقف آسمان کل ما زندگی میکنیم باید در نهادهای امنیتی از مسلحت ها کار نگرند تجدید نظر بکنند کسایی را بیانند کدرای بسیار خوب داریم جنرالای داریم که در احتیاط ها امضا میکنند اونا کسی را نمیشناسند حتی مربوط به یک تنظیم نیستند مربوط به یک سو نیستند به یک سم نیستند فقط به خاطر وطن و به خاطر این مردم که کار کردن اونا چون واسطه ندارن در خانه هایشان ششتگی کسایی را در اینجا مقرر کردیم که اصلا از اونا کار گرفتن نمیشه تا چه وقت این ملت رنجیده و بیچاره این این ستم بکشن و هر روز قربانی بدن تا کسانی که در رؤسای سیاسی افغانستان است در عیش و نوش و در کار خود باشند تا زمانی که حکومت امی حکومت وحدت ملی تجدید نظر نظر در نهادهای امنیتی نکنه تجدید نظر در ارگانهای کشفی نکنه تجدید نظر در قسمت ستون پنجم کسایی را که میگه نورده و یا رفشا نکنه ما فکر میکنم هر روز همی حالت مردم ما هر روز همه ما, ما تهدید به مرک میشیم این بالاتر این نیست که ما بگویم ای وکیل است و ای رئیس است خدای ما تمام مردم از تکسیران و ترکاری فروش گرفته تا بمی... ر... کل ما در خطر هستیم هر کس که از خونیش ببراید تا وکل به خدا میگه بنان رئیس جمهور باید پیشنهاد ما ای از کرد یک دفعه خودش نظارت بکنه از نهادهای امنیتی سوابق کاری همه را بخواید کسانی که در اونجا می باشند مسئولیت دارند اگر ما مکافات و مجازات داشته باشیم دقیق ما فکر میکنیم دیگه ای انجام نمیشه متاسفانه نه مکافات و مجازات داریم کسانی که دست به خیانت میزنن اونا مکافات میشن و کسانی که جان خود داده اوجه او بیچاره شیشتا واسطه نداره اونا هم... به مورال میشن و دل شکسته میشن سپاس گل افغان صاحب آن راه بیرون رفت برای این چالش های امنیتی و بر مردم و ملت مسکین و بیچاره آه. افغانستان چی است؟ ما خصوصا از تلویزیون شما سر رئیس جمهور صدا میکنم از که به خدا توجه جدی بکنن به حال ملت دل بسوزانن و این ملت از این بدبختی خلاص بکنن همه چیز از ما و شما که در تلویزون ها هر روز و آگاه سیاسی یا هر برادر که بس میکنه از ما که او خوب معلومات دارن هم در دا داخل نظام هم در بیرون نظام هم در چیز ولی خاموش بودن یا باز هم میگم بله از خدا توجه بکنن در غیر از او تاریخ بسیار یک تاریخ سیابایی خواد فکر نمیکن گل افغان صاحب این درد ملت را اگر یک روز خود مقامات حکومتی بچشن باز باز او وقت زیاد پیگیری این موضوع خواد بودن درد ملت کسی که مسلمان است خصوصا باز در امی کل ملت قرار داره باید درد هر فردش مثل اولادش باشه چون یا بازم تکرار میکنم خودشان یعنی اینجا بچه های غریب میم و از یا همش بیرون هستن در خارج زندگی میکنن یا نمیفهمند که در کدام خانه عشق میره کدام مادر به بچه شده کدام خانم به شوهر شده کدام پدر به پسر شده این درد کسی میفهمه که مو حالت سرش میاد ما هم روز این کابل جوی خون روان از تمام ولایت ما یک شکن. توجه جدی بکنن یک بررسی بکنن اگر توجه نکنن و به می روند پیش برند شما بهار سال آینده را می که چی باز تاریخ هم در آینده ها ما مرده یا زنده قضاوت و تاریخ هم سپاس. خراب سپاس از حضورتان در برنامه مهمان گرامی و تشکر از شما بینندگان گرامی که تا این دن با ما همراه بودید بعد از میان برنامه کوتاه همکارم رازقیار مرور دارد بر صد خط اخبار تا برنامه دیگر الله یاری یا آورتون سلام و وقت بخیر من رازقیار هستم به بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید بیشتر روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز بیشتر سرمقاله و مطالب تحلیلی خود را به حمله انتحاری در شهر کابل و انفجار ولایت قندهار اختصاص دادند معاون والی ولایت قندهار و پنج دیپلمات امارات متحده عربی در انفجار قندهار کشته شدند پایگاه انترنتی بی بی سی نگاشته است منابع خبری امارات متحده عربی به نقل از دولت آن کشور تایید کردند که پنج دیپلمات این کشور در انفجارهایی که شامگاه دیروز در ولایت قندهار رخ داد کشته شدند امارات متحده عربی گفته که این افراد در حال اجرای طرحهای انسان دوستانه آموزش و توسعه بودند این کشور به دلیل کشته شدن این دیپلمات ها سه روز اعضای عمومی اعلام کرده است ایالات متحده آمریکا و سازمان افع بین ملل حملات مرگبار دیروز در کابل و کندهار را محکوم کرده است سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته که این حملات نشان دهنده حمله بر تلاشهای افغانستان برای ایجاد نهادهای دموکراتیک است در حمله دیروز در شهر کابل حداقل 50 تن کشته و بالاتر از 97 تن دیگر زخمی شدند در اعلامیه سفارت آمریکا همچنان حمله بر مقام ولایت کندهار تقبه شده در ادامه آمده که آمریکا از تلاش حکومت افغانستان برای به عدالت کشانیدن عاملان این جنایت حمایت و در کنار مردم و حکومت این کشور باقی خواهند ماند از سوی دیگر رئیس جمهور غنی می گوید عاملان کشتار مردم در هیچ جای در امان نخواهند ماند آقای غنی حملات انتحاری دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور غنی در اعلامیه که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده گفته است طالبان با بیشرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از آقای غنی آمده که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. محمد اشرف غنی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و همچنان به زخمی شدگان این رویدادها صحت کامل خواسته است. روزنامه اشت صبح می نویسد که برای طالبان همه هدف هستند. فرق نمی کند که کارمند پارلمان باشند یا معموران سازمان امنیت ملی افغانستان آنان با نفس و وجود یک دولت مدرن در افغانستان مشکل دارند آنان نمیخواهند در جغرافیای افغانستان یک دولت مدرن حضور داشته باشد آنان میخواهد افغانستان را بار دیگر اشغال کنند و امارات سیای خود را برگردانند ابراز آنان برای رسیدن به این هدف جنگ و کشتار است سر مقال نویس افزوده که آنان میخواهند با جنگ کشتار ترور و انتحار جهان را از دوام کمک به افغانستان مایوس کند طالبان میخواهند با کشتن کارمندان دولتی نهادها را فلج کند و مردم را از رفتن به کارشان بترسانند و روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا آمریکا با کمک های خود به افغانستان توانسته افکار و دلهای مردم را به دست آورد روزنامه می نویسد در دهه گذشته اردوی آمریکا با استفاده از است پروژه های انکشافی در افغانستان کوشش کرده است مخالفان مسلح را از حمایت مردم عام محروم بسازد و در تأمین امنیت مناطق ناآرام کمک کند نویسنده مطلب به یک تحقیق نو مرکز تحقیقات آمریکایی اشاره می کند که گفته است در بسیاری موارد مصارفی که اردوی آمریکا انجام داده نتیجه معکوس داشته است و سبب افزایش حملات بر این قوا و مردم ملکی در افغانستان گردیده است این بود مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز تا بعد خدا نگهدار